آقای رئیس، آقایان اعضای هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو اوپک، آقای دبیرکل، بانوان، آقایان، مقدر چنین بوده است که در مدتی کمتر از دو هفته برای بار دوم درباره نقش حیاتی نفت در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم کشورهای ما و رویدادهای مربوط با هم در دهه اخیر سخن بگویم. برای آنانی از شما که سخنان مرا در جلسه مطبوعاتی گذشته شنیدید، توضیح دادم که بهای نفت خام که توسعه و رشد اقتصادی کشورهای ما تا حد زیادی به آن بستگی دارد، در طی دوران 15 سال گذشته یک سیر نزولی داشت. بهای اعلان شده نفت خام سبکی که در سال 1957 به میزان 2 دلار و 4 سنت هر بشکه تعیین شده بود، در فوریه 1959 به 1 دلار و 86 و در اوت 1960 به 1 دلار و 78 سنت تقلیل پیدا کرده، در حالی که همین نفت خام در سال 1947 توسط شرکت نفت ایران و انگلیس سابق به بهای 2 دلار و 18 سنت به فروش رسیده بود. پس از بهره برداری از تأسیسات جزیره خارک به خاطر تفاوت کرایه حمل 1 سنت بر آخرین قیمت اعلان شده افزوده شد. در واقع بهای نفت خام پس از گذشت 24 سال به جای افزایش برابر 39 سنت در هر بشکه کاهش پیدا کرد. گرچه به سبب همین کاهش‌های سریع و پی در پی در بهای نفت خام، سازمان کشورهای صادرکننده نفت به نام اوپک به وجود آمد و اگرچه اولین هدف این سازمان برگردانیدن قیمت‌های نفت خام به سطح قبل از سال 1960 بود، با وجود بر این ملاحظه کردیم که در مدت 10 سال که از موجودیت این سازمان گذشت، نه تنها افزایشی در بهای نفت خام مشهود نشد، بلکه به سبب بالا رفتن قیمت کالاهای ساخته شده در دنیا و کاهش ارزش پول، ارزش واقعی درآمد ما کاهش هم یافت. نگاهی به آمار منتشر شده از طرف سازمان ملل متحد روشنگر این نکته است که به طور مثال ظرف 3 سال اخیر شاخص بهای کالاهای صادراتی 5 کشور بزرگ صنعتی جهان بیش از 3% در سال افزایش یافته است. در برابر این واقعیت به همان گونه که قبلا هم اشاره کردم، دهه توسعه سازمان ملل متحد برای کشورهای در حال توسعه و تولید کننده نفت اسم بی مسمایی بود. چه در حالی که بهای کالاهای صنعتی مرتبا افزایش پیدا می کرد، درآمد واقعی حاصل از هر بشکه نفت کاهش می یافت، به طوری که ظرف مدت 10 سال ارزش واقعی این درآمدها حدود 20% تقلیل پیدا کرده و گفته دیرین در مورد بسیاری از کشورها مصداق حقیقی پیدا نمود: دارا داراتر و ندار ندارتر شد. پر واضح است
که چنین وضعی قابل دوام نمی باشد و ما باید نهایت کوشش خود را به کار بریم تا این ثروت خدادادی که به تدریج رو به پایان می رود ارزش واقعی خود را حفظ کند و از گزند اثرات افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها مصون بماند. اکنون نگاهی به رویدادهای نیمه دوم سال 1970 در مورد بهای فرآورده‌های نفتی بیفکنید. همانطور که قبلا هم اشاره کرده بودم، بهای کلیه فرآورده‌های نفتی در این مدت در انگلستان در دو نوبت مجموعاً برابر با 80 سنت و نیم در هر بشکه افزایش یافت. متوسط افزایش قیمت‌ها در 9 کشور اروپایی برابر با 74 سنت در هر بشکه و در آمریکا بهای نفت خام معادل 25 سنت در هر بشکه افزایش پیدا کرد. در ژاپن در اکتبر 1970 این افزایش برابر با 22 سنت در هر بشکه بود و از آغاز سال 1971 باز هم قیمت‌ها بالا رفت. در ژاپن به بهای نفت سفید 26 سنت و نیم در بشکه و به بهای بنزین 44 سنت در بشکه افزوده شد. در هلند بهای نفت سفید 31 سنت در بشکه و نفت گاز 60 سنت در بشکه افزایش یافت. در بلژیک افزایش قیمت در مورد بنزین مرغوب به 83 سنت در بشکه رسید. در نتیجه این افزایش پی در پی قیمت‌ها، اوپک در 21مین اجلاسیه خود تصمیم گرفت حق مشروع خود را از این افزایش طلب کند که منجر به صدور قطعنامه معروف شماره 120 گردید. طبق این قطعنامه مقرر شده بود که وزیران سه کشور ایران، عراق و عربستان سعودی به نمایندگی از طرف ممالک تولید کننده نفت در خلیج فارس مذاکرات خود را برای اجرای مواد این قطعنامه با نمایندگان شرکت‌های نفتی آغاز کنند. پس از مدتی تأخیر و گفتگو این مذاکرات آغاز شد، ولی شرکت‌های نفتی پیشنهاد کردند که این مذاکرات به صورت دست جمعی با کلیه اعضای اوپک و یک جا صورت گیرد. در مورد این تقاضا به آنان تذکر داده شد که شرایط مناطق نفتی جهان با یکدیگر متفاوت است. اختلاف در قیمت تولید، تفاوت در بهای اعلان شده و بازار مصرف همگی ایجاب می کند که مذاکرات به صورت منطقی انجام پذیرد. به طور مثال هزینه تولید یک بشکه نفت خام در آفریقا 4 برابر و در ونزوئلا 5 برابر و در آمریکا 15 برابر هزینه تولید در خلیج فارس است. در مقابل بهای اعلان شده نفت خام 34 درجه در خارک 1.79 دلار، در ونزوئلا 2.76 دلار و در آمریکا از 3.51 دلار تا 4.62 دلار می باشد. نگرانی شرکت‌های نفتی از مذاکرات جداگانه امکان به وجود آمدن تقاضاهای پی در پی برای افزایش بهای نفت خام و ایجاد رقابت برای بالا بردن قیمت از طرف حوزه‌های مختلف بود. در این مورد صریحاً به آنان اطمینان داده شد که در صورت توافق معقول و منطقی در مورد نفت خلیج فارس هیچ گونه تقاضایی به دلیل بهتر بودن شرایط در مناطق دیگر از طرف کشورهای حوزه خلیج فارس عنوان نخواهد شد. شرکت‌های نفتی همچنین پیشنهاد کردند که قرارداد برای مدت 5 سال منعقد شود تا ثبات مورد نظر برای کشورهای مصرف کننده تأمین شود. در این مورد خود من از این فکر استقبال کردم، به شرط آنکه اولا شرکت‌های نفتی هم به خاطر همان هدف که عنوان کرده اند، یعنی ثبات و حفظ منافع مصرف کننده، در این مدت از بالا بردن قیمت فرآورده‌ها به منظور تحصیل سود بیشتر
خودداری کنم و ثانیاً سالیانه طبق شاخص مورد توافقی جبران افزایش قیمت کالاهای صادراتی کشورهای صنعتی را که مورد نیاز ممالک تولید کننده نفت است بنماید. به همان گونه که اطلاع یافته اید، مذاکرات پس از گذشت بیش از 3 هفته از تاریخ شروع به عدم توافق منجر شد و اعلامیه مستدل و مشروحی در این باره از طرف کمیته 3 نفری وزیران شب گذشته انتشار یافت. اکنون با توجه به آنچه که به وقوع پیوسته پیشنهاد میکنم که کشورهای تولید کننده نفت در حوزه خلیج فارس روی را برگزینند که هماهنگ با مصوبات سازمان ملل متحد منطقی و معقول باشد، با اصل حفظ حق حاکمیت و استقلال کشورها تطبیق کند، در سایر حوزه ها نظیر داشته باشد و ثبات و اطمینانی را که مورد نظر کشورهای مصرف کننده است تأمین نماید. برای نیل به هدفهای فوق هر گونه اقدام حقوقی یا قانونی که لازم باشد در یک زمان از طرف کشورهای حوزه خلیج فارس انجام گیرد. در اینجا ذکر این نکته لازم است که قبول درخواستهای کمیته 3 نفری وزیران در حدود نیمی از افزایش قیمتی است که تاکنون از طرف شرکت‌های نفتی اعلام گردیده و این افزایش فقط درآمد کشورهای حوزه خلیج فارس را به طور متوسط به رقم ناچیزی در حدود 1 دلار و 25 سنت در هر بشکه می‌رساند که در مقابل رقم متوسط فروش بشکه به مصرف کننده از 12 تا 14 دلار هنوز از 8% تجاوز نمی کند. هنوز سهم برخی از دولت‌های کشورهای مصرف کننده از هر بشکه از طریق مالیاتی که بر فرآورده‌های نفتی وضع کرده و می کنند بیش از 5 برابر سهم ماست. قضاوت این که در این ماجرا حق با کیست به عهده وجدان پاک مردم با انصافی که خوشبختانه هنوز در جهان فراوانند می گذارم. و امیدوارم این دلایل و این ارقام که زاییده تخیلات نبوده و صرفا روشنگر حقایق است به نحو صحیح و کامل و منصفانه و خالی از تعصب وسیله خبرگزاری ها و مطبوعات که نمایندگان غالب آنها در اینجا حضور دارند به اطلاع عموم مردم جهان رسانیده شود تا حد اقل افکار عمومی از کنه مطلب آگاه شود و به حقانیت تقاضاهای ما پی ببرد.